بسم الله الرحمن الرحيم. الله, الله الله، الله الله، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه الوشف الثاني أن المستصحب قد يكون حكما شرعيا كالطهارة المستسحبة بعد خروج المذيق والنجاسة المستسحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه وقد يكون غيره همان طور كي مستحزر هستيد بحث ما در تقسيمات استصحاب هست در ارتباط با تقسیمات استصحاب مرحوم شیخ رضوان الله علی هدف و انگیزه از تقسیمات سسحاب را این برشمردند تا در نتیجه با موارد متفق علی و موارد مختلف فی آشنا شویم و وقت در آینده قامه دلیل میکنیم نسبت به موارد متفق علی نیازمند به بحث و بررسی نباشیم اولین تقسیم را که مطرح کردند، تقسیم متقسیم مستصحب به وجودی و عدمی بود که نسبتا مفصل مرحوم شیخ ورود پیدا کردن از نظر شیخ فرق نمی کند، تفاوتی ندارد مستصحب ما وجودی باشد یا عدمی هر دو در محل نزاع شامل هستند دومین تقسیم را که مرحوم شیخ ارائه فرموده است عمدتا ناظر به اختلاف است که میان اصولیان و اخباریان هست به عبارت دیگر مستصحب ما ممکن است حکم شرعی باشد و ممکن است غیر حکم شرعی باشد از نظر شیخ رضوان الله علی چه حکم شرعی و چی غیر حکم شرعی هر دو مختلف فی هست در حالی که علمای اخباری اتفاق نظر دارند که اگر مستصحب حکم شرعی باشد موضع استصحاب نیست آنچه که مجرا و بستر استصحاب قرار میگیرد، عبارت است از غیر حکم شرعی برای اینکه این, این مطلب تا حدودی برای شما روشن بشود همان طور که مستحضر هستید مستصحب رفع علاج استصحاب ما رفع علاج از شبهه می کند شبهه ما ممکن است شبهه حکمیه باشد ممکن است شبهه ما شبهه یک موضوعیه باشد شبهه حکمیه برگشت به حکم شرعی دارد مهمترین خصوصیتش این است که کلی هست و رفع شبه یا زوال شبهه را باید خود انجام بدهد مثل این که ارز کنم اگر مزی خارج شد به صورت کلی از سوال بشود که آیا تهارت از بین می رود یا نه اینجا ممکن است شارع بالا قزل یقین به شک برای ما بفرماید که مزی از بین برنده تهارت سابق نیست در نتیجه اگر در اثر غسل یا در اثر وضو تهارت داشتید اون تهارت همچنان ادامه خواهد داشت مثال دیگری که مطرح کرده است راجع به آب است که خود به خود زوال تغییر داشته است که تا هنوز مکرر توضیح دادیم آبی که سابقه کریت داشت در اثر تغییر یک از اوصاف سلاسهش نجش شد بعد از چند روز خود به خود دوباره به حالت اول برگشت حالا شک میکنیم در بقای نجاست استصحاب میکنیم بقای نجاست را در این دو تا مورد اگر ما فرض را کلی ببریم یعنی موضوع را در ذهن خود یک موضوع فرضی و کلی در نظر بگیریم که بشود شبهه حکمیه کلیه سوال آن است که آیا استصحاب در همچه مورد هم امکان اجرایش هست یا نخیر خیر استصحاب فقط در غیر حکم شرعی جاری می شود غیر حکم شرعی مثالهایی هایی که مرحوم شیخ می زند مثل رتوبت هست مثل اینکه یک ساعت قبل این عبای من رتوبت داشت فعلا شک کنم که رتوبتش باقی هست یا نه استصحاب میکنم بقای رتوبت عبا را یا فرض بفرمایید مثلا در ارتباط با حدوث نقل لفظ لفظ سلات قبل از اسلام به معنای دعا بوده است شک میکنیم که بعد از اسلام نقل شده است به معنای جدید یا نه استصحاب میکنیم حالت سابقه را که عدم نقل باشد خب در این موارد استصحاب ما رفع شبهه میکند شبهه را از بین میبرد ولی رطوبت یا نقل لفظ به معنای جدید و امثال اینها حکم شرعی نیستند اگر مستصحب ما غیر حکم شرعی باشد از نظر علمای اخباری داخل در استصحاب و بستر استصحاب هست که در واقع این موارد نوعا می شود موضوع حکم شرعی اما اگر مستصحب ما خود حکم شرعی باشد وجوب را بخواهیم استصحاب بکنیم حرمت را بخوایم استصحاب بکنیم عرض کنم خدمت با سعادت شما نجاست و تهارت و امثال اینها را بخوایم استصحاب بکنیم که همه گه حکم شرعی هستند. علمای اخباری معتقدند که نخیر خود حکم شرعی یا به اصطلاح شبهه حکمیه مجرای استصحاب قرار نمی گیرد و قابل زوال هم با استصحاب نیست لذا هست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید الوجه و دومین تقسیمی که ما اینجا داریم این است که ان المستصحب مستصحب ما قد یکون حکما شرعیا یعنی گاه مستصحب ما حکم شرعی کلی هست مثل استصحاب تهارت بعد از خروج وزی به صورت کلی مثل تهارت مستصحبه بعد از خروج مذی یا وزی که البته به شرط این که ما این خروج را در فرد معین خارجی تطبیق ندهیم و صورت کل سوال می شود که اگر در جای در مورد نسبت به انسانی بعد از آنی که وضو داشت مزی یا وزی خارج شد آیا تهارتش از بین می رود یا نه استصحاب می کنیم بقای تهارت سابقه را یا و نجاست المستصحبه بعد زوال تغییر المتغیر به نفسه استصحاب بکنیم نجاست عرض کنم سابقه را بعد از آنی که آب تغییرش خود به خود زائل شد اینجا هم بازم نگاه ما به آب خارجی معین نیست و صورت کلی نسبت به مطلق آبهای کور چنین فرض را مطرح میکنیم و استصحاب میکنیم در هر صورت شبهه حکمیه کلی یک روشن هست یک جهلی است که اگر برطرف بشود تبدیل به علم بشود و شبهه از بین برود اختصاص به مورد معین ندارد عموم مکلفانی که بعدا دچار اون حالت بشوند شبهه و جهلشان روشن خواهد شد و حکم شرعی اونها مسلم خواهد بود این حالت اول حالت دوم و قد یکون و غیره گاه مستصحب ما غیر حکم شرعی هست غیر حکم شرعی مثل چی؟ مثل استصحاب کریت این آب یک روز قبل به اندازه کور بود فعلا مقدار از این آب برداشت کردیم شک میکنیم که به اندازه کور باقی مانده است یا نه استصحاب میکنیم بقای کریت را یا رطوبت را که خدمت شما توضیح دادم استصحاب میکنیم بقای رطوبت را یا استصحاب میکنیم وضع اول را در صورت شک در حدوث نقل یقین داریم که لفظ سلات قبل از اسلام به معنای دعا بود شک میکنیم که در صدر اسلام در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معنای جدید نقل یافته است یا نه استصحاب میکنیم حالت سابقه را که همون دعا باشد یا در صورتی که شک در تاریخ نقل باشد اصل نقل برای ما قطعی هست میدانیم که سلات فعلا در همین معنای متعارف شرعی یا مرکب شرعی به کار می رود که اولها تکبیر و آخرها تسلیم ولی نمیدانیم که در زمان رسول خدا این کار صورت گرفت که حقیقت شرعیه ثابت بشود یا نه در زمان متشرعه و بعد از رسول خدا این وضعیت صورت گرفت تا حقیقت متشرعیه ثابت بشود در همچون مواردی چون تاریخ نقل برای ما مشکوک هست بازم استسحاب میکنیم بقای حالت سابقه را که استعمال سلات در دعا باشد تا بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در نتیجه منکر حقیقت شرعیه میشویم. در هر صورت این مثال ها را همان طور که ملاحظه میفرمایید فرمایید و روشن هستند تمامی اینها غیر احکام شرعی هستند پس ما در تقسیم دوم نگاه به وجود و عدم نداریم که در بحث قبلی داشتیم یا در تقسیم اول داشتیم فعلا بحث ما در این هست که مستصحب ما بستر استصحاب ما مجرای استصحاب ما ممکن است حکم شرعی کلی باشد ممکن است غیر حکم شرعی باشد و به با عبارت دیگر مستصحب ما ممکن است شبهه حکمیه باشد که خاصیتش کلی بودن هست ممکن است مستصحب ما شبهه موضوعیه باشد که خاصیتش جزئی بودن و معین بودن و خارجی بودن هست در این دو تقسیم مرحوم شیخ این گونه می فرماید و ظاهر خب تعبیر به استظهار می کند بلکه سریح گروه از علمای اصول وقوع اختلاف در هر دو قسم هست هم در شبهه یک و هم در شبهه غیر حکمیه در نتیجه بر اساس فرمایش شیخ تا اینجا و استعانت از خداوند متعال وقتی در بحث اصلی به سراغ ادله خواهیم رفت و راجع به عدله استصحاب بحث خواهیم کرد باید به صورت مستوفاق اثبات بکنیم که عدله استصحاب مثل اخبار هم مستحبی را میگیرد که حکم شرعی باشد و هم مستصحب را میگیرد که حکم شرعی نباشد مثلا موضوع صرف باشد مثل ارز کنم وضعیت الفاظ یا ارز کنم موضوع حکم شرعی باشد در هر صورت پس در نتیجه بر اساس این فرمایش وقت ما اقامه دلیل میکنیم تمام اینها رو باید حل و فصل بکنیم تمامی اینها محل اختلاف هستند. منتها نه امنوس الى بعضین بله نسبت داده شده است به بعض علما التفصیلو و بینهما تفصیل بین اون دو نوع مستصحب بعضها فرمودن که اگر مستصحب ما حکم شرعی باشد اونجا متفقون علیه هست در میان شیعه که استصحاب جاری نمی شود چون متفقون علیه هست پس از محل نزاع خارج هست پس نیاز این است که ما بررسی بکنیم که عدله استسحاب اون را می یا نه آنچه که باید یک اصولی و اثبات برساند حجیت استصحاب در غیر حکم شرعی هست در شبه موضوعیه هست به اصطلاح لذا می فرماید تفصیل بین این دو قسم با این نمودن استصحاب را در اولی که حکم شرعی باشد و اعترافی به دومی که غیر حکم شرعی باشد عرض کردم این نظر علمای اخباری هست مثل مرحوم میرزا امین سرابادی مثل صاحب حدائق و مثل بعض بزرگان دیگر بعد مرحوم شیخ میفرماید و نسب الى آخرین العکس این تفصیل اول مربوط به اخبار ها بود در حالی که نسبت داده شده است به بعضی دیگر بعض از علمای اصول عکس آنچه را که اخباری ها فرمودند اونها گفتن اتفاقا آنچه که محل اتفاق هست در اجرای استصحاب شبهه حکمیه هست اونجا هست که استصحاب جاری می شود در شبهه موضوعیه اتفاق داریم که استصحاب جاری نمی شود یا در غیر حکم شرعی استصحاب جاری نمی شود از نظر این آقایون ما باید ادله را از این حیث بررسی بکنیم که آیا غیر ارز کنم خدمتی با سعادت شما حکم شرعی را میگیرد یا نه و الا حکم شرعی متفقون علیه هست که استصحاب اون را میگیرد در ذهن علمای اصولین شبهه بوده است که غیر حکم شرعی مثل همون استصحاب و قای رتوبت و کریت و امثال ها به تعبیر شیخ این موارد ربطی به شارع ندارند. اینها را عرض کنم خود شخص باید حل و فصل بکنند. اگر شما شک دارید که این مرتوب هست یا نه شک دارید که لفظ در معنای جدید منتقل شده است یا نه این حلش به دست شارع نیست خود شما باید بررسی بکنید راهش را پیدا بکنید مثل این که خود شما راهش را پیدا میکنید که این آب هست یا خون مثلا به همین جهت هست که فرمودن که در غیر حکم شرعی استصحاب جاری نیست در حکم شرعی جاری هست بنابر این کنم که نسبت به غیر حکم شرعی ما نباید بحث بکنیم آنچه که عدله باید در اون وارد بشود و به اثبات برسد همان شبهه حکمیه و احکام شرعی هستند در هر صورت مرحوم شیخ وقت این دو تا تفصیل را یعنی تفصیل منصوب به بعض علمای اصولی و تفصیل منصوب به عموم علمای اخباری رو مطرح فرموده است می فرماید حکاهما حکایت نموده است این دو تا تفصیل را فاضل قومی مرحوم مرزای قومی رضوان الله علی صاحب کتاب القوانین المحکمه در قوانین خودش در زبان ها معروف به قوانین الاصول هست ولی اسم کامل کتاب عبارت است از القوانین المحکمه در هر صورت درس کنم که وقتی کتاب قوانین را هم مراجعه بکنیم مرحوم صاحب قوانین این دو تا تفصیل را از دیگران نقل میکنند که دیگران اینجوری فرموده اند نه اینکه خودش معتقد به این دو تا تفصیل باشد و ان همچنانی که روشن خواهد شد مرحوم شیخ رضوان الله علی این دو تا تفصیل را نمیپذیرند و اینجا حرفه هایی دارد که به حسب ظاهر ممکن است تصور بکنیم اشکال بر مرزای قمی هست در واقع اشکال بر کسی است که میرزای قمی این دو تا تفصیل را از اونها گرفته لذا هست که میفرماید فرماید و نظرون عرض کنم خدمت با شما شیخ میفرماید که در این دو تا تفصیل نظر و اشکال هست به خاطر که از نظر شیخ رضوان الله علی دو تا تفصیل نیست بلکه سه تا تفصیل در مسئله هست این یک نکته نکته دیگر این که هر دو تفصیل با هم تباین هم ندارن در واقع این جاها اشتراکات لفظی و عدم دقت ارز کنم خدمت با سعادت شما در فهم کلامی طرف ارز کنم مشکل ساز شده است لذا بعدا شیخ مفصل توضیح خواهد داد که این دو تا تفصیل یعنی تفصیل اخباری و بعض علمای اصولی با هم تباین و تناقض ندارن بلکه رابطه هر دو تا تفصیل و هر دو تا قول عموم و خصوصی من وجه هست و هر دو با هم ما به اشتراک دارن به همین جهت هست که از نظر شیخ رضوان الله علی این دو تا تفصیل که نقل شده است دارای اشکال هستند لذا فرمود و فیه نظرون منتها شیخ برای اینکه این مسئله را خوب توضیح بدهد یعنی ابعاد مسئله برای ما کاملا آشکار بشود و اینکه چرا این دوتا تا تفصیل با هم وجه اشتراک دارند از یک سو و از طرف دیگر دو تا تفصیل نیست بلکه سه تا تفصیل هست و در نتیجه سه تا قول در حجیت استصحاب از این حیث داریم برای اینکه این دو تا اشکال کاملا روشن بشود شیخ انصاری رضوان الله علیه یک مقدمه نسبتا مفصل را اینجا می آورد مقدمه مقدمه بسیار طولانی هست در این مقدمه مرحوم شیخ رضوان الله علیک آن را که عرض کنم خدمت شما گفتیم در اول بحث که مستصحب ممکن است حکم شرعی باشد یا غیر حکم شرعی دوباره همون محتوا را تکرار میکند با این توضیح که وقتی ما عرض کنم تقسیم میکنیم حکم شرعی و غیر حکم شرعی در غیر حکم شرعی مرحوم شیخ رضوان الله علی شبهه موضوعی را به اصطلاح دو قسم میکند شبهه موضوعیه باز گاهی ممکن است شرعی باشد گاهی غیر شرعی به عبارت دیگر گاهی ما شبهه حکمیه داریم که خصوصیتش این است که کلی هست گاهی ما عرض کنم شبهه موضوعیه داریم شبهه موضوعیه ما گاهی ممکن است شرعی باشد که باز اینجا حکم شرعی ما جزئی هست گاهی ممکن است شبهه موضوعی ما غیر شرعی باشد که در واقع همون مسائل و موضوعات عرفی می شود لذا هست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا توضیح خواهد داد در ارتباط با شبهه حکمیه و این که عرض کنم شبهه شبهه کلی باشد مسئله روشن هست و عرض کنم خدمت با سعادت شما خدمت شما توضیح دادیم اما این که شبهه ما شبهه موضوعیه باشد اون هم گاه شرعی و گاهی غیر شرعی شبهه موضوعیه که شرعی باشد مثل این که من تهارت را در این عبای خودم جاری بکنم یک ساعت قبل این عبای من یقینا پاک بود رفتم در خیابان گشت و گذاری داشتم بارندگی آمده بود عرض کنم رطوبت ها و چیزهای بر عبا افتاد حالا شک میکنم که تهارت سابق این عبا باقی مانده است یا نه استصحاب میکنم بقای تهارت این عبای معین را خب تهارت حکم شرعی هست ولی نتیجه استصحاب رفع شبهه در خصوص این عبای معین هست ربط به عبای دیگر یا موارد دیگر ندارد اینجا هست که ارز کنم اگر شبه هم رفع بشود توسط استصحاب حل مشکل را در موضوع معین خارجی میکند که همین عبای من باشد نسبت به دیگر موارد هیچ گونه مشکل حل و فصل نخواهد شد پس ما در بد بحث مستصحب خود را دو قسم کردیم گفتیم مستصحب یا حکم شرعی هست یا غیر حکم شرعی اینجا عرض کردیم که مستصحب ما یا حکم شرعی کلی هست یا غیر حکم شرعی کلی هست غیر حکم شرعی کلی یا حکم شرعی جزئی هست یا غیر حکم شرعی هست مثل همون استصحاب بقای رتوبت یا استصحاب بقای ارز کنم حالت سابقه در صورت شک در نقل لفظ از معنای لغوی به معنای شرعی البته این مقدمه ادامه دارد مرحوم شیخ می فرماید و فیهک و در این ارز کنم تفصیل نظر و اشکال هست که ظاهر می شود این اشکال به سبب توضیح مراد از حکم شرعی و غیر حکم شرعی شیخ رضوان الله علیه می فرماید فنقول پس میگوییم ما با عنوان مقدمه بحث که ما نباید با مقدمه اشتباه بکنیم تمام این مطالبی که خدمت شما فعلا عرض میکنم کنم مقدمه است که مرحوم شیخ به منظور رسیدن به مقدمه یعنی انکار تناقض میان دو تا تفصیل و اثبات و اشتراک و اثبات سه تا تفصیل نه دو تا تفصیل می و فیه نظرون که ظاهر می شود به سبب توضیح مراد از حکم شرعی و غیر حکم شرعی فنقولو پس می گویم ما حکم شرعی اراده می شود به اون حکم شرعی تارتن حکم کلی اون چنانه که از شعنش هست این که اخص بشود از شارع حکم شرعی یا شبهی حکمیه زوال شبهه و برطرف نمودن شبهه و اشکال و از بین بردن جهل تنها توسط شارع مقدور ممکن هست مثل تهارت کسی که خارج شده است از اومزی یا یعنی نجاست چیزی که زائل شده است تغییر اون چیز به نفس آبی که زائل شده باشد تغییر اون آب توسط خودش و اخرا گاهی ارز کنم خدمت با سعادت شما یوراد بهید اراده می شود به اون حکم شرعی آنچه که عمومیت دارد حکم جزئی خاص را در موضوع خاص و معین به عبارت دیگر حکم شرعی یا کلی هست یا جزئی آنچه را که در بدو درس ما مطرح کردیم حکم شرعی کلی بود اونجا تمام تقسیمات را نگفتیم به خاطر صرف در جایی در وقت و اینکه وقتی اینجا رسیدیم تقسیم حکم شرعی به کلی و جزئی را حضور شما عزیزان مطرح بکنیم مثل تهارت این سو و نجاست این سوب که من مثال زدم تهارت این عبا عبا یا نجاست این عبا فین الحکم بهماک و درستی که حکم نمودن ارز کنم در این تهارت و نجاست لباس خارجی معین از جهت عدم ملاقات اون سو مرنجیس را در تهارت یا ملاقات عرض کنم اون عبا با نجیس در نجاست عبا لیسه وظیفتا لشاره این دیگه وظیفه شارع نیست اینکه من در خیابان گشت و گذار کردم شک کردم که در عبایم نجیس افتاد یا نه آب نجیس روی اون افتاد یا نه این ربط به شارع ندارد خودم باید عرض کنم این موارد را احراز بکنم و راه احراز را هم پیدا بکنم لذا می فرماید نه ام بله وظیفته وظیفه اشاره این است که ثابت بکند تهارت کلی را برای هر چیزی که شک شده است در ملاقات اون چیز مر نجس را و عدم تهارت به عبارت دیگر همیشه شارع حکم کلی را بیان می کند موضوع مفروض را در نظر می گیرد لذا به صورت کلی می فرماید اگر شک شد که فلان چیز نجیس شده است یا نه اون پاک خواهد بود اصل بر تهارت هست لذا هرگاه من در نجاست عبایم شک کردم استصحاب میکنم بقای تهارت سابقه را برعکس اگر سابقه عبا معلوم بود که نجس بود رفتم در خیابان باران بارید فعلا شک میکنم که در اثر باریدن این باران ابای من پاک شد یا نه بازم استصحاب میکنم بقای نجاست را در هر صورت در امور معین جزئی و خارجی که در اثر گرفتارهای روزمره زندگی پیدا می شود اینها را خود ما باید احراز و تبیین و آشکار بکنیم شارع به صورت کلی و عرض کنم در ضمن یک موضوع فرضی ذهنی هست که حکم خود را همیشه برای ما بیان می کنم. نتیجه بحث تا اینجا این شد که از نظر شیخ رضوان الله تعالی علی حکم شرعی خودش بر دو قسم شد یک حکم شرعی کلی شد یک حکم شرعی جزئی و البته غیر حکم شرعی که روشن آشکار هست اون را هم داریم که گاهی با استصحاب ما ممکن است رطوبت را اثبات بکنیم که حکم شرعی نیست اون وقت شیخ رضوان الله علیه بعد از ذکر این سه حالت که مستصحب ما ممکن است حکم شرعی باشد کلی ممکن است حکم شرعی جزئی باشد و ممکن است غیر حکم شرعی باشد از اینجا هست که اون مجمل را که ما در ورودی بحث گفتیم اینجا تا حدودی برای ما تبیین کردن و اینجا هست که ارز نظر اخبارها ها رو میخوان روشن بکنن که اخباری ها که منکر استصحاب در حکم شرعی هستن فقط در حکم شرعی کلی نظر را دارن و ایلا نسبت به حکم شرعی جزئی مثل تهارت عبای معین اونها مثل ما معتقد به حجیت استصحاب هستند پس ما نمی توانیم به اخباری ها مطلقا نسبت بدهیم این کار استصحاب رو در حکم شرعی مطلقا و البته با توجه به این که ارز کنم وقتی ما به اتمام رسیده است ارز کردم باید ارز کنم این مقدمه رو به تفصیل ما محضر شما توضیح بدهیم اجمالا تا اینجا دو تا تفصیل که مرحوم شیخ نقل کردن کم کم شیخ زمینه سازی می کند مقدمه می آورد که اثبات بکند که در مسئله سه تا تفصیل داریم این از یک طرف از طرف دیگر این دو تا تفصیل که در قوانین نقل شده است با هم بینونت ندارند در تضاد نیستند بلکه با هم وجه اشتراک دارند که بعد از توجه به این سه حالت که مستصحب یا حکم شرعی کلی هست یا جزئی هست یا غیر حکم شرعی تا حدود انشالله روشن و آشکار خواهد شد بقیه ای مطالب را در درس آینده پیگیری خواهیم کرد غفر الله لنا و و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و محمد اللهم صل على محمد وآل محمد